تا الان در مورد بزرگترین و معروفترین قاچاقچی مواد مخدر دنیا چیزی شنیدی؟ اگه عاشق همچین فیلمایی هستی این ویدیو رو از دست ند. سلام، من رضا، اینجا کانال فاراست. امروز با سریال نارکوس در خدمت شما هستیم. سریال نارکوس ساخت نتفلیکس به زبان اسپانیاییه و فصل اولش هم سال 2015 منتشر شد. داستان این سریال در مورد پابلو اسکوباره که معروفترین و شاید بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر دنیا باشه که تو کولومبیا زندگی میکرد. و ما تو 5 دلیل میخوایم به شما اثبات کنیم که چرا باید این فیلمو ببینید و از حواشی این سریال با شما صحبت کنیم. دلیل اول، روند فیلم بسیار روند تندی داره و سریعه و شخصیت سازی به خوبی انجام میشه و برای معرفی شخصیت اول فیلم اصلا زمان تلف نمیشه، یعنی اتفاقات پشت سر هم به مرور انجام میشه و شما شخصیت اول فیلم و اون شخصیت اصلی اون شخص رو میفهمید و باش آشنا میشید. نکته دوم، سریال به حالت مستنده، یعنی شما در لابلای سریال و در خلال سریال تصاویر و یا فیلم های واقعی که در اون زمان اتفاق افتاده بود و میبینید. حالا نکته مثبت این قضیه کجاست؟ نکتهش اینه که این کمک میکنه که سریال باورپذیرتر بشه و شما باور کنید واقعا این اتفاق افتاده و این چسبندگی که تصاویر واقعی و خود فیلمی که ساخته شدن داره بسیار فیلم باورپذیر کرده. نکته سوم، چون سریال به حالت مستنده، این مستند فیلم ما یه راوی هم داره که یکی از کاراکترهای فیلم که مأمور مبارزه با مواد مخدر آمریکاست که مأمور شده به کولومبیا این سریال رو روایت میکنه. حالا نکته مثبتش چیه؟ نکته مثبتش اینه که این راوی جاهایی از سریال رو به جای اینکه بیاد بازسازی بکنه به صورت داده میاد به شما القا میکنه و فیلم سریعتر پیش میره. این باعث میشه که روند فیلم افت نکنه و فیلم خیلی جذابتر جلو بره. نکته چهارم چیه؟ نکته چهارم سریال اینه که شخصیت سازی ها بسیار جذابن، بازیگرها بسیار زیبا بازی میکنن و اینکه سعی کردن که کاراکتری که بازی میکنه اون نقش رو از نظر قیافه به کاراکتر واقعی خیلی نزدیک باشه. مثلا پابلو اسکوبار خیلی شبیه شخصیت واقعی خود پابلو اسکوباره، یا شخصیت های دیگه که توی فیلم اضافه میشن و هستن بسیار از نظر قیافه و حالت اندامشون، بدنشون، قدشون، قیافشون، وزنشون خیلی نزدیک به کاراکتر واقعی و این خیلی جذابش میکنه. نکته پنجم، بعضی مواقع شما نیاز نیست که میخوای یک صحنه ای را یا یک پیامی رو به مخاطب برسونی اون صحنه رو بازی کنی یا تو چش مخاطب فرو کنی. با یک نقطه گذاری های رمزگونه داخل خود فیلم و سریال میتونی یک موقعیتی رو، یک حالتی یا یک حسی رو به مخاطب القا کنی که تو این فیلم به شدت و به زیبایی هرچه تمامتر انجام شده. مثلا اینکه خود شخصیت پابلو اسکوباری شخصیتیه که همیشه داخل فیلم یک دونه کفش کتونی سفید پاشه و این کتونی سفید همیشه بندای کفشش بازه. مفهومی که میرسونه یعنی چی؟ یعنی که این شخصیت انقدر از خودش مطمئنه و انقدر با خیال راحت داره زندگی میکنه و تمام جوانب کار رو دیده، همیشه بند کفشش بازه و خیال و آسوده خاطره. اما یه جا از فیلم و سریال اتفاق میفته که این شخصیت اول فیلم ما دچار یه بحرانی میشه که پیشبینی نکرده بود و برای اینکه به مخاطب بفهمونه و نشون بده که الان شخصیت اصلی ما دچار هول و ولاس و سردرگمه، فقط با یه پلان که شخصیت خم میشه و بند کفشش رو سفت میکنه و میبنده برای اولین بار از فیلم، اونجا نشون میده که شخصیت ما الان داستان جدی شده، شخصیت دچار استرابه و میاد با بستن بند کفش فقط این موضوع رو به مخاطب القا میکنه و فردای اون روز دوباره اولین پلانی که میاد بالا اینه که شخصیت ما با بند باز یه گوشه نشسته و داره به منظره نگاه میکنه و این خیلی جالب و خیلی جذابه و از این موارد تو این سریال خیلی زیاده. اگه بخوام راجع به نقطه ضعف‌های این سریال صحبت کنیم اینه که فصل دوم با مرگ پابلو اسکوبار تموم میشه و فصل سوم در مورد کارتل کالیه که قدرت رو بعد از اسکور به دست میاره. خب این چه ضعفایی داره؟ اول به طور کلی فصل سومش یه خورده روند کنتر میشه، شخصیت پردازی‌ها یه خورده ضعیف‌تر میشه،
یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم به یک باره از فیلم میره کنار و شما دلیل این کنار رفتن این شخصیت رو نمیفهمی و هیچ توضیحی راجبش به مخاطب داده نمیشه و این خورده عجیبه. یا کمتر توقعی که مخاطب داره اینه که وقتی بعد از اینکه شخصیت پابلو اسکور مرده چه بلایی سر خانوادهش اومده، یعنی سرنوشت خانوادهش چیه، اما هیچ داده و هیچ دیتایی به شما نمیده و این یه خورده عجیبه و به نظر من نقطه ضعف این سریاله. تو فصل 3 این سریاله صوتی خیلی خفن داده میشه که به نظر من برای این سریال بعیده. ببینم متوجه میشی یا نه. این پلانو ببینید. خب الان دوربینو توی انتهای تصویر دیدید یا نه؟ فصل سومش فکر کنم با سرعت زیاد و با هول و ولا گرفته شده و به نظرم یکی از نقاط ضعف گنده این سریال بوده. اگه بخوام راجع به حواشی و حاشیه های این سریال صحبت کنیم، اگه سریال دیده باشی متوجه میشید که مثلا مامورای مواد مخدر آمریکا چقدر آدم های پاکی هستن، چقدر آدم های وظیفه شناسی هستن، چقدر دلسوزن، همش به فکر مردم بیچاره کولومبیا هستن، دلشون میخواد که این قاچاقچیان از سر را بردارن، یعنی همچین روایتی رو به شما میده و شما مثلا داخل سریال میبینید که ماموران کولومبیایی میان رشوه میگیرن بر ضد مردم خودشون کار میکنن، اما ماموران آمریکایی بسیار وظیفه شناس هستن و به خاطر مردم کولومبیا ریسک های عجیبی میکنن. اما حاشیه‌اش کجاست؟ حاشیه‌اش اینجاست که اسکوبار تو 16 سالگی از خانم اولش بچه دار میشه، اما به دلایلی اون بچه رو رها میکنه. این بچه توسط یه مرد انگلیسی به فرزند خوندگی قبول میشه. این فرزند بزرگ میشه، یه کتابی رو مینویسه و تو کتاب خودش میگه که پدر من، پدر یعنی کسی که من رو به سرپرستی قبول کرد، مأمور MI6 انگلیس بود و از طریق من که بعدا فهمید پسر واقعی اسکوبار هستم به اسکوبار نزدیک شد و این رابطه تنگاتنگ بین اسکوبار و MI6 شکل گرفت و از اون طریق اهداف دو جانبه همدیگر رو پیش میبردن. حاشیه بعدی که هست، پسر اصلی اسکوبار که توی فیلم هم نشون داده میشه میاد مصاحبه میکنه و بعدها میگه که سیا یا همون سرویس اطلاعاتی جاسوسی آمریکا با پدر من رابطه خیلی نزدیکی داشت و پدرم رو ساپورت میکرد، بهش رانت اطلاعاتی میداد و حمایتش میکرد، در عوض پدر منم بخشی از سود قاچاق خودش رو به سیا میداد تا سیا اون پول رو خرج مبارزه با کمونیسم در کشور کولومبیا بکنه. در صورتی که شما فیلم ببینید میبینید که آمریکایی‌ها بسیار آدمان دلسوز، جان بر کف برای مردم کولومبیان، که این همون اثر رسانه و تلقین رسانه به مردمی که قبلا باهاش با هم دیگه صحبت کردیم. اما حاشیه جالب دیگه‌ای که این سریال داشته این بود که برادر اسکوبار میاد از شرکت نتفلیکس شکایت میکنه و درخواست غرامت 1 میلیارد دلاری میکنه. چرا؟ میگه که از طرف برادر اسکوبار میگه که سریال اسکوبار موفق ترین سریال تاریخ نتفلیکس بوده و اینا اومدن از اسم برادر من سوء استفاده کردن و یک سریالی رو ساختن که برای خودشون درآمدزایی کردن، اما هیچ پولی رو به خاطر اون به ما ندادن و به خاطر همین رفتن از نتفلیکس شکایت کردن. حالا بین این جدالی که این دو شخص با هم دیگه داشتن، یکی از عوامل سریال بنده خدا قربانی این دعوا میشه و زمانی که داشت یک صحنه ای رو انتخاب میکرد برای تصویر برداری توسط مثل اینکه گروه کارتل برادر اسکوبار کشته میشه و جنازه‌اش هم بعداً پیدا میشه. اگه بخوایم از حاشیه فاصله بگیریم و با توجه به فاکتورهایی که قبلا تو ویدیوهای قبلی خودمون اعلام کردیم به این سریال نمره بدیم، فاکتور اول که موسیقی متن و تیتراژ فیلمه، من از 20 نمره بهش 20 میدم به خاطر اینکه موسیقی متن و تیتراژ بسیار جذابی داره. تیتراژ اولیه سریال احتمالاً از زبان یک میهن پرست کولومبیایی که در وصف کشور خودش داره میخونه و بسیار جذابه. تیتراژ پایانی هر قسمت هم با توجه به اتفاقاتی که داخل همون قسمت میفته متفاوته و این خیلی جذابه. موسیقی متن بی‌نظیری هم داره. دوم فاکتور روند، داستان و منطق فیلمه که با توجه به نکاتی که گفتیم و کند شدن سریال تو فصل سومی سوتی‌های ریزی که داشت، من بهش از 30 نمره نمره 20 میدم.
فاکتور سوم فاکتور بازی بازیگرانه که به نظر من بازی بسیار جذابی داشتم، نشستهشون شخصیت سازی شده و آدم میتونه قشنگ با اینا همزاد پنداری کنه و از فیلم لذت ببره. من از 20 رو بهشون 20 میدم. فاکتور 4 رو فاکتور جلوه‌ای ویژه به نظر من از 10 نمره من بهش 10 میدم و به نظر من خیلی جذابه، چون احتمالاً رفتن تو خود کلمبیا فیلم برداری کردن تو همون صحنه‌ای که باید باشه و شما اگر به فیلم دقت کنید جایی که فیلم بازی میشه و تصاویر واقعی که میبینید بسیار شبیه همن و بسیار به هم نزدیکن و این خیلی خارق‌العاده است و جذابه. من از 10 نمره بهش 10 میدم. و فاکتور آخر فاکتور پایان بندیشه که پایان بندی خیلی خوبی داره سریال، هم تو هر قسمتش پایان بندی جذابیه و هم تو هر فصلش، یکی از نقاط مثبت سریاله و از 20 نمره بهش 20 میدم. اگه بخوام امتیاز کلی سریال رو ببینیم، به نظر من بیننده معمولی که راجع به این سریال نظر خودم رو میدم اینه که از 100 نمره این سریال نمره 90 رو میگیره از نگاه من بیننده و من حتما به شما پیشنهاد میکنم این سریال رو ببینید. و اگر این سریال رو دیدید حتما نظرات خودتون رو واسه ما کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. اگر دوست دارید از این دست ویدیوها رو ببینید کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. سخنی نمونه. های موویز اوور گو هوم.